با سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو در این شماره از تفسیر خبر. در ایران چه می گذرد؟ در زندانهای جمهوری اسلامی چه می گذرد؟ زندانیان سیاسی چه وضعیتی دارند؟ آیا آنها از خواستهای خود عقب نشینی کردند؟ آیا از امکانات بهداشتی پزشکی به عنوان اهرم فشار بر زندانیان سیاسی استفاده میشه؟ آیا از نیازهای مالی روزمره برای فشار بر خانواده زندانیان سیاسی، بازجویان، قاضیان حکومت فقیه، سازمانهای اطلاعاتی حکومت فقیه استفاده میکنه و حدود استفاده اینان از این عوامل تا کجاست؟ میزبان آقای محمد حسین سپهری هستیم، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که به تازگی از زندان آزاد شده و بلافاصله باز تأکید کردند که به راه خود تا برچیدن جمهوری اسلامی ادامه خواهند. خواهر گرامی ایشون همچنان در زندان هستند، سرکار خانم فاطمه سپهری و دیگر امضا کنندگان بیانیه 14 نفره جناب محمد جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، آقای محمد نوریزاد، آقای مرتضوی و دیگر. گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد حسین سپهری، آموزگار ارجمند و فعال سیاسی. اما پیش از آغاز گفتگو، سخن ایشون رو دقایقی پس از آزاد شدن از زندان حکومت فقیه میشنم. امروز 8 خرداد بعد از ظهر اومدن و از من خواستن که به حفاظت از زندان برم. اونجا کارشناس پرونده من در وزارت اطلاعات بود، اما اول کار بهش گفتم اگر آزادی، معذرت خواهی و پرداخت خسارت برای شما یک زمان انتخاب بوده ولی الان ضروری شده و اگر انجام ندید به زودی تبدیل به یک اجبار بسیار پرهزینه میشه. اون شخص در جواب من گفت آقا نامه آزادی تا آمده. من در ادامه گفتم آقا اگر قرار من تعهدی بدم، من تعهد نمیدم، منو نبرید. آقا تعهدم نیست، فقط شما باید گفتن آقا ابلاغ کنیم که کار از این بعد قانونمند باشید. گفتم من همه کارم قانونی بوده، من هر چی گفتم و نوشتم خوب، درست، مناسب، اخلاقی و قانونی بوده. دوم گفت آقا باید پرهیز از خشونت کنیم، ما هیچ کس به خشونت دعوت نکردیم، خودمونم خشونتی نکردیم. سوم گفت آقا با گروه های تروریستی هم در ارتباط نباشید، اونا هم با گروه تروریستی هم در ارتباط نبودید. اونجا بهش تکرار کردم، گفتم آقا من در بیرون زندان حرفی که الان جلوت دارم میگم و خواهم گفت و اونم اینه که این همه مشکلات که مملکت داره، حل مشکلاتش شرط لازمش اینه که از جمهوری اسلامی به صورت تمام کامل بدون قید و شرط باید عبور کنیم. و اینجا بازم تکرار میکنم حرفمونو که نه به جمهوری اسلامی. خوش آمدید آقای سپهری عزیز. عرض سلام در خدمت بنابرای و مخاطبانی برنامه، امیدوارم که برنامه مفیدی باشه برای مخاطبان. با حضور شما و آموزگاران ارجمندی مانند شما قطعا مفید خواهد بود بدون تردید. جناب سفری، از خود شما میپرسیم که مجموعا چند بار زندان بودید، چند بار بازداشت شدید، تهدید شدید در تمام این مدت؟ خدمت شما عرض کنم که شروع فعالیت سیاسی من از سال 76 بود، در انتخابات ریاست جمهوری که خاتمی از صندوق خارج شد، فعالیت من در حدی چشمگیر بود که از طرف ستاد مرکزی آقای خاتمی تقدیر شده از من. ولی بعد از سر کار آمدن اصلاح طلبها خیلی زود من امیدم قطع شد، چون توالی اتفاقاتی رو ما مشاهده میکردیم که نشون میداد که این اصلاح طلبها با بقیه ارکان رژیم شاید در مقام صحبت با هم فرق کنن ولی در مقام عمل یکی هستن. و به واقع من پس از قطعهای زنجیری کاملا از اینها قطع امید کردن و از یک اصلاح طلب سال 76 به مرور تبدیل به منتقد و معترضی شدم که از طرف مخصوصا
نظام آموزش پرورش به هیچ عنوان تحمل نمیشد و برای من پرونده سازی مختلفی انجام شد. کسب و کارهای بسیار مختلف و زیادی دارن. دو انفصال از خدمت یک بار دو ماه داشتم. سال 98 یک انفصال خدمت 6 ماهه برای من زدن به اتهام قائم به خامنه‌ای. در مورد بازداشتم خدمت شما عرض کنم، سال 88 من 25 خرداد بازداشت شدم، ولی در داخل خود اون کلانتری که ما رو اونجا فرستادن یک شخصی بود که من رو میشناخت، من اون رو نشناختم. و بعد اون که بود اومد من و خواهرم بود چند نفر دیگه از همراه اون کسه اومد از داخل کلانتری اجازه داد ما خارج. اون بازداشت به حالت ثبت در پرونده و به رفتن به دادگستری نکشید، ولی اون بازداشتی که به دادگستری کشید و عملاً به محکومیت منجر شد در 20 مرداد 98 بود که همه در جریان جزئیاتش هست. در خدمت شما. جناب سفیر، این سنت غم‌انگیزی شده بود اینکه هر بار که تفسیر خبر میزبان سرکار خانم فاطمه سپری خواهر گرامی شما بود، از احوال شما و بقیه همبندان شما میپرسید و الان باز هم همون پرسش غم انگیز، آخرین خبرهایی که از ایشون دارید چه هست؟ چون بسیار بسیار بینندگان ما جویا هستن، از ما میخوان که جویا باشیم. فرصتی است که از شما بپرسیم آخرین خبر. در دست چپشون مشکلی وجود داره که برای سوم بار عمل جراحی انجام شد روی دست و به دستور پزشک معالج جهت فیزیوتراپی به مرکز فیزیوتراپی بیمارستان امام رضا مشهد منتقل میشه. امروز هم من خواهرمو دیدم، به واقع از نظر جسمانی مریضه، ولی از نظر روانی و روحی بسیار بسیار محکم. من اینو میخوام عرض کنم آقای چلنگی عزیز نیفر. که واقعا اینجا نشستن برای من بسیار غم انگیزه. من به هیچ وجه خودم رو آزاد نمیبینم، چون نصف وجود خودم رو میبینم که در زندانه. قبلا خواهر من روی صندلی میشست، من گوشه زندان بودم، حالا جا مون عوض شد. بگم چه هست در خدمت شما. من شما همچنان برخواستی که بعد از آزادی از زندان تاکید کردید باز هم همچنان هستید. مسلم مسلم، چون ما خواستمون رو خوب درست مناسب اخلاقی و قانونی میدونیم. من به این اطمینان رسیدم، من توی یکی از نوشته‌های آخرم اینو نوشتم که مسئله من با جمهوری اسلامی مسئله بودن یا نبودن مملکتمون ایرانه. من قبل از مسابقه با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم، میگفتم اگر یک زمانی ملت 1% از ملت میگفتن که ما خودمون رو وارد این مسائل نکنیم که آسیب نبینیم، الان شرایط به گونه‌ای در آمده که شرایط یک شکنجه جمعی است. وقتی یک نفر بنده 2 برابر استاندارد معمولش داره کار میکنه و میبینه 1/5 حتی فرق نمیکنه به دست بیاره، خب این شکنجه جمعی نیست. ما عوض نکنیم مطمئنن به سمتی داره میره کشور که به یک لبه پرتگاه بسیار بسیار مهیب خواهیم رسید. باید این وضعیت تغییر کنیم. این الان خواست من خواست درصد بالایی از ملت بله داخل مچون خدمت از من. جناب سپری ببخشید اگه قطع و وصل میشه صدا رفت و برگشت به خراسان و اینجا واشنگتن. و از الان از همراهان شما امضا کنندگان بیانیه 14 نفره چند نفر از همراهان دیگه در زندان هستند؟ جناب دکتر نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای جواد لعل محمدی، آقای واحدیان، آقای عبدالرسول مرتضی. حالا درست امضا کننده بیانیه نبود، ولی واقعا همراه ما بود. اینها الان در داخل زندان هستن و بقیه دوستانی که به نحو با ما همراه بودن گرفتار تهدیدها و مشکلاتی هستن. مانند آقای مرتضی قاسمی، یک جانبازی که 52 ماه از عمرش رو در زمان جنگ رفت و از کشورش دفاع کرد، ولی الان به کرات مورد تهدید و تعقیب سازمانهای اطلاعاتی و دادگستری متاسفانه قرار داره.
آقای جعفری هم از جانبازان جنگی بودن، الان بیرون از زندان هستن نیست آقای جعفری؟ و آقای مرتضوی ایشون؟ مرتضوی در زندان هم متاسفانه دقیقا از 20 مرداد یک بار به مدت بسیار کوتاهی اومد بیرون، ولی بعدش دوباره دستگیر شد و الان در زندان تشریفاً متاسفانه. خب شما امضا کنندگان بیانیه 14 نفره احتمالاً خط مشی فکری مختلفی داشتین، خط مشی سیاسی متفاوتی داشتین، اما در این اصول با همدیگه تونستید توافق کنید و الان چندین سال این توافق پابرجاست. چنین هست یا نه همه یک خط مشی سیاسی داشتید؟ ببینید زمانی که بیانیه رو نوشتیم در جلسات اولش صحبت شد که کی میخواد امضا کنه. بنویسیم که از داخل کشور باید باشه شخص. و شخص فقط خواهان انحلال جمهوری اسلامی باشه، خواهان گذار جمهوری اسلامی باشد و خواهان ایجاد یک سکولار دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. حالا اینو به چه شکلی میبینه خیلی فرق برام نمیکنه. آیا این شخص دنبال پادشاهی مشروطه است یا دنبال جمهوری است؟ ما اتفاقا وقتی اینو امضا کردیم، ما رو که دستگیر کردن، کیفرخواستی که برای ما صادر شد در اون کیفرخواست نوشته بودن که آره فلانی عضو سازمان مجاهدین است، حالا کار نداریم به صحت یا حفظ بشه. یا مثلا در مورد من گفته بودن سلطنت طلب. خب همه میدونن که به هیچ عنوان امکانی که اینها به صورت یک گروه با هم کار کنن به نظر مثل این کارش نیست. ولی ما اونجا یک وحدت کلامی داشتیم. این وحدت کلام ما تضمینی البته برای اینکه وحدت هدفی داریم نبود. هدفهای ما اون تشکیل سکولار دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در شکل‌های مختلف بود. ولی در کنار هم این رو میتونستیم خیلی راحت تحمل کنیم. حالا یه اختلافاتی هم بود که بود، ولی خیلی شدید پیش نمی‌اومد. خب همین تشکل که نمیشه گفت، ولی این همین همراهی که چندین سال دوام آورده آیا نمیتونه نمونه ای باشه، سرمشقی باشه برای تجمعات یا همراهی های بیشتر در خارج از کشور؟ منظور من هست یعنی نگاه شما از داخل به بیرون از ایران، چون میبینیم یه همراهی های به وجود میاد، یه ما بعدش تفرقه است و پریدن به هم دیگه. ببینید بقیده من اتحادی بین افرادی که از نظر ایدئولوژی با هم اختلاف های شدید دارن به جایی نمیرسه. چرا که بله. اون اختلافات موجب بشه که امکان تصمیم گیری رو ازشون سلب میکنه و بعد در طرفداران هر کدوم از اون نهرهای فکری ایجاد شک و تردید میکنه. به نظر من اتحاد بین گروه هایی که از نظر بنیادی با هم اختلاف دارن معنایی نداره. من حرفم این هست که هر کسی که ادعایی داره، هر کسی که دیدگاهی داره، خب محترم این رو بیاد ارائه کنه و از پیشی که در افکار عمومی مشخص میشه موجب میشه که تکلیف مشخص در نهایت با مردم اقبالشون به سمت گروه و شخص. مورد خاصی نیست. به نظر من الان در یک شرایطی داره حرکت میکنه که روال طبیعیش هست. من مورد خاصی یا احساس خطر خاصی در این روال من نمیدونم. خب آقای سپهری عزیز بفهمید، در بازجویی ها، در شکنجه ها، در گفتگوها مأمور خوب مأمور بد، از این بازی هایی که در میارن معمولا همه جای دنیا، کلا از شما چی میخواستن؟ ببینید من اینو بذارید یکم دقیق‌تر توضیح بدم. من قبلا فکر میکردم زندان یک نقطه مشترکیه که خلافکاران و بد اقبالان در اونجا به هم میرسن، ولی در زندان من بینشستم که این تعریف در مورد کشورهایی که قانونمند هست برقراره. در ایران زندان مکانی است که شخص از حق و حقوق مسلمش محروم میشه. من وقتی وارد زندان شدم خیلی زود متوجه شدم که من در تمام عمرم در زندان بودم. چرا که آموزش پرورش حقوق من از من گرفته بود؟ چرا که جمهوری اسلامی در این 44-45 سال حکومتش حقوق من رو نذاشت من برسه؟ من تمام عمرم زندانی بودم و در زندان وکیل‌آباد متوجه شدم که در فرای این در
دیوار زندان وکیل آباد هم بیرونش هم زندان. این که یک. دوم این که شما در مورد شکنجه و رفتارهای اینها ببینید، همه ما شاهد بودیم فیلمی رو که در مورد بازجویی از زن سعید امامی بود که چقدر در اون در نهایت بی اخلاقی فحاشی و متاسفانه کار دیگه اتفاق می‌افتاد. من در مورد خودم عرض می‌کنم، در مورد شخص خودم، حالا در مورد بقیه من حدود 101 در جلسه اول 101 روز در بازداشتگاه اطلاعات بودم. تقریبا 30 جلسه یک ساعت تا دو ساعت بازجویی رو من داشتم که در تمام این بازجویی ها هیچ گونه ضرب و شتم یا فحاشی یا کلام درشتی در مورد من گفته نشد. اینو صادقانه میگم چون اتفاق نیفتاد، ولی شکنجه بود. از این جهت عرض میکنم که شما ببینید وقتی یک نفر 101 روز در یک انفرادی قرار میگیره که عرضش هست 1.70 به طول 3 متری و این شخص در اونجا به هیچ عنوان نمیتونه آسمان رو ببینه، این شکنجه است، نباید اتفاق بیفته. هر انسان سالمی رو در محیط قرار بدید از نظر روانی بهش فشار بسیار سنگین وارد. و از طرف دیگه این آقایون دقیقا مثل فیلم هایی که در مورد گشتاپو ساخته میشه، شخص میبینید بسیار قیافه موجه و مرتبی داره، یک کچلوار دستوزی رو پوشیده و خیلی خوش صحبت هست، ولی به تمام معنا آدم خوار. حالا این بازجوی اطلاعات هم دقیقا همینجوری بودن، یعنی رفتارشون بسیار موقرانه بود ولی بسیار ظالم و بیرحم بودن. از این جهت عرض میکنم که شکنجه من و خانوادم قبل از بازداشت شروع شد. من در 16 تیر 98 34-5 روز قبل از بازداشت به بهانه این که آقا من توهین کردم به مقام معظم رهبرشون از طرف هیئت بدوی تخلفات اداره آموزش پرورش خراسان زوی 6 ماه انفصال از خدمت شدم، هو من قطع شد. یعنی در یک تنگنای شدید اقتصادی من و خانواده‌ام قرار دادن. خب در حالی که من در خود هیئت اومدم گفتم آقا من نحوه صحبت هم اینه که به هیچ عنوان به کسی توهین نمی کنم، شما بگید مصداق توهین من کجا بوده که چیزی ارائه نشد. و دوم گفتم توهین به رهبری در قوانین جمهوری اسلامی یک اتهام کیفریه، شما که توان حق رسیدگیشو ندارید، صلاحیت رسیدگیشو ندارید، خب منو پروندم بفرستید به دادگاه انقلاب تا اونها رسیدگی کنن، که نفرستادن. خب من زمانی که بازداشت شدم 30 چند روز بود که حقوق من قطع شده بود و این ادامه پیدا کرد، یعنی 4 سالی که من در زندان بودم حقوق من قطع شد. من 8 از زندان آزاد شدم، 9 رفتم اداره آموزش پرورش ناحیه 5 محل خدمتم. خودم آقا تو سیستم شما ثبت شده که من 16 تیر شروع انفصال از خدمت من در سال 98 و 16 دی 98 این انفصال از خدمت تموم شده. خب من نیومدم چون زندان بودم، دیشب آزاد شدم، الان اومدم منو شروع به کار منو صادر کنید. منو چند روز پاسکاری کردم بین حاجوهای خودشون و اداره های مختلف و در نهایت بیقانونی برگشتن به من گفتن که آقای سپهری شما درسته که 6 ماه از اون تاریخ کاملا گذشته، ولی شما 6 ماه انفصال از خدمت تو متحمل نبودید، شما حدودا 5 ماه گوشه زندان بودید و الان دوباره 5 ماه من انفصال از خدمت شدم. اینها واقعا به تمام معنا بیرحمن، به تمام معنا بیانصافن. نمیدونم اینا با خودتون چجوری حساب میکنم. من وقتی این حرف رو من زدم رفتم اون هیئت بدوی که حکم من داده بود، رفتم اونجا یه خانم بود تا رفتم منو شناخت، گفتم که ببخشید الان اعضای هیئت کی هستن؟ گفت منم و آقای فلانی و آقای ظفری. آقای عباس ظفری سال 98 رئیس هیئتی بود که اومد این حکم من داد و هنوز اونجا بود. من رفتم به آقای ظفری گفتم آقای ظفری من الان از دادگاه برگه‌ای دارم که وضعیت منو در دادگاه نشون میده که چه وضعیت داشتم. اونجا هر اتهامی که امکان داشت به من وارد کردن، یعنی گوشی منو باز کردن گفتن و شما مثلا عضو کانال تلگرام آموزشگاهی توان هستید، این یک اتهام، عضویت در کانال معاند فلان، عضویت در کانال فلان، یعنی اتهامات من یک برگه آچار پشت رو پر بود. ولی در تمام اینا توهین به رهبری نبود، چون من در کلامم توهین به کار نمیبرم، فحاشی به هیچ عنوان به کار نمیبرم. گفتم خب اینها که هر اتهامی میشد به من بزنن زدن، ولی توهین به رهبری رو
به من حتی متهم نشدم و محکوم نشدم، تو اساس چه ادله‌ای منو محکوم کردی؟ برگشت من گفت که آقای سپهری از نظر من رفتار شما مخالف شؤون یک فرهنگی بوده. گفتم والا ما توی مملکت قوانینی داریم که با هیچ متر و مقیاسی نمیشه سنجید. مثلا در مورد رئیس جمهور میگیم مدیر باشد و مدبر. من نمیدونم مدبر سنج آقای جنتی چی هست. حالا شؤون سنج شما هم فکر کنم از جنس همونه. و بعد در ادامهش گفتم یک حرفی رو، این رو بعد اومدم به حراست نایب پنجم که پرونده سازی از اینجا شروع بود، هم گفتم شما میدونید، منم میدونم این شرایط به زودی عوض میشه. اگر شما به خودتون رحم نکنید، نمیخواد به من رحم کنید، نه به من رحم نکنید، اگر شما به خودتون رحم نکنید، بدونید به زودی بر کرسی متهم میشونن شما رو و شما رو محاکمه میکنن و اون روز به شما رحم نخواهند. آقایم خیلی از حرف من ترسید، به هم ریختن، ناراحت شدن، خشمگین شدن، یک رفتارهای عجیب غریب از خودشون نشون دادن، ولی واقعیت رو گفتن. آقای شالنگی عزیز، اینو من میخوام توضیح بدم، فکر میکنم مفیده برای مخاطب این برنامه. حتما. من وقتی وارد زندان وکیل‌آباد شدم، زندانی اجتماعی رو که اونجا میدیدم، یک سوالی برام پیش اومد. گفتم خدایا این زندانی اجتماعی که الان آخر خطن اینا رو چجوری کنترل میکنن؟ جوابش برام خیلی جالب بود. جوابش این بود که در هر بند زندان یه اندکی از این زندانی ها نوکر صفتن. عذر میخوام این عبارت رو بکار میبرم. این افراد دوست دارن خودشون رو فدای قدرت موجود بکنن. که قدرت اونجا مثلا اون افسر نگهبان بند هست. این افراد صبح و شب حتی در شیفت‌های مختلف میان اونجا کارهای مختلف رو انجام میدن. و خوشحالن که آقا یک اتیکتی دارن روی سینه‌شون که نوشته نمیدونم وکیل بند، منشی بند، سر انتظامات، انتظامات چین چیزهایی. و اینها 95% مواقع در خدمت زندانی، ولی 5% مواقع در خدمت زندانبان که تمام اطلاعات رو به زندانبان جور منتقل میکنن که اگر بیان اونجا دوربین‌های هوشمند رو هم بذارن اون به اون خوبی کار نمیکنه و نتیجه میشه که زندان کنترل میشه. در کنار این افراد نوکر صفت یک تعدادی سرباز گارد بسیار گردن کلفت دارن که اگر احیانا شرایط از کنترل در اومد اونها میان دیگه به ضرب باتوم همه رو کنترل. خب منظور حرف، حالا این توضیح رو من برای چی دادم؟ به این خاطر که میگم اگر ما ایرانیان ایران رو زندان میبینیم به خاطر همون اندک افرادی هستن که میخوان خودشون رو فدایی قدرت بکنن. الان تو اداره آموزش پرورش نایب پنجی که من خدمت میکنم، خدمت میکردم الان که دیگه معلومه چه وضعیت دارم، حراستی هست. خب اونجا کی نشسته؟ یک فرهنگ. چی گیرش میاد؟ دقیقا هیچ. چیکار میکنه؟ رئیس مدرسه ای که گزارش نوشته که بله در این تحصن، در این اعتراض فلان همکارا فعالتر بودن، این پروندهشو کاملتر میکنه، میفرسته به هیئت بدوی، هیئت بدوی هم محکوم میکنه و در نتیجه یک میلیون معلم شاغل و یک میلیون معلم بازنشسته رو کنترل میکنن. اگر ما الان در حال حاضر مملکت رو زندان میبینیم به خاطر این افراده. من مثلا مسئله شخصی نیست که من رفتم مثلا آقای مظلوم مسئول حراست اون زمان رو بهش گفتم آقا از خجالت در میام، دارم برم، چون تو تمام زندگی من رو سعی کردی به باد فنا بدی. من مسئله شخصی نیست، به خاطر اینکه وقتی من اون گونه محکم واسدم و اینو تهدید کردم، تمام همکارای حراستی که اونجا بودن حساب کار دستشون اومد و آقا اگر دوباره اعتراضی پیش اومد ما اومدیم پرونده سازی کردیم فرستادیم، در حقیقت داریم برای خودمون بیچارگی درست میکنیم. اینها باید اینو بفهمن. یعنی من دوستان آمده بودن خونه من با من صحبت میکردن، گفتم آقای سپهری شما الان وقتی اومدی از زندان بیرون چه رسالتی برای خودت در نظر گرفتی؟ من خدمتشون عرض کردم، گفتم الان اگه یک نفر بیاد بگه آقا من جمهوری اسلامی رو محترم میدونم، حاکمانش هم محترم میدونم، میگم خب توی این شرایط اگه شما هنوز توی این عقیده هستی خب مبارکت باشه، چرا من باید وقت بذارم تو رو متقاعد کنم؟ اصلا چی چیزی من وظیفه برای خودم نمیبینم. تو اگه بعد از این همه فشار، بعد از این همه بدبختی تو هنوز توی این موضع هستی، خب باش باش، من برای خودم چیزی رو مد نظر دارم که مفید باشه. یکی از اون موارد اینه که آقا
این زندان چگونه کار میکنه، این سرکوب ها چگونه داره اعمال میشه. به نظر من عامل اصلیش همین افرادی هستن که خودشون میخوان فدایی قدرت بکنن، همین افرادی که نوکر صفتن، ببخشید، این افرادی که دارن خود فروشی میکنن، دین فروشی میکنن برای کاسه رسی. باز میخوام، ولی واقعیت اینه، باید واضح به اینها گفته بشه که تویی که اینجا نشستی، تویی که آقا هیچی هم گیرت نمیاد، هم هیچی گیرت نمیاد، توی پرونده سازی که میکنی و میفرستی و اونا محکوم میکنن، آخر میاد یقین تو رو میگیره. نکنی کارو. اگر ما این کار رو انجام بدیم، به نظر من در اعتراضات بعدی به این راحتی آقای نمیتونه. ببخشید من داره هیجانی شده بود. نه نه اختیار داریم، من بارها گفتم برنامه متعلق به شماست و متعلق به همه عزیزانی، چون شماست که در راه بر پس گرفتن ایران در تلاش بوده و هستید. از آقای سپهری عزیز، از نیازهای پزشکی به چه شکل استفاده میکنن به عنوان عامل فشار؟ ببینید، من قبل از اینکه بازداشت بشم، پزشک متخصص تشخیص داد که اندکی گرفتگی عروق کاروتید دمای گردن دارد. در مورد زندان شرایط من خیلی بدتر شد، یعنی به دفعات مختلف از کوش تقریبا میرفتم. اونجا پزشکانی که بودند، انصافا آدمهایی بودند که نسبت به وظیفه حرفیشون داشتن درست عمل میکردن. منو منتقل کردن اون آزمایش ها، اون مواردی که باید انجام شده انجام دادن و طبق گفته پزشک متخصص معتمد پزشک قانونی که به صراحت نوشته بود شرایط زندان مناسب حال من نیست و امکان سکته قلبی و مغزی وجود دارد، درخواست عدم تحمل کیفر کردن. ولی آقایون خیلی راحت ردش کرد و من رو نگه داشتن در گوشه زندان. اینو میخوام عرض کنم که ما شاهد بودیم که یک اصلاح طلبی این محکوم به زندان شد، قبل از اینکه به زندان برسه پروندهش رو درست کردن که پزشک معتمد نظر داد، پزشک قانونی هم تایید کرد، دادستان همه هم تایید کردن که این شخص از زندان حتی یک شب هم نکشید، اومد بیرون. ولی در مورد زندانی سیاسی، اگه تمام پروندهش هم کامل باشه، اگه به دفعات مختلف هم پزشک متخصص معتمد پزشک قانونی هم بنویسد که این شخص محیط زندان براش خطرناکه، این آقایون بر اساس اون نظر پزشک معتمد عمل نخواهند. همونطور که اشاره کردید، رامین پوراندرزجانی، دکتر رامین پوراندرزجانی، پزشک کهریزک، جان خودش رو در مسیر همراهی با زندانیان، با جوانان ایرانی از دست داد. هرگز از یاد نبر. هرگز از یاد نبر. دادگاهی که برگزار شد، اشاره کردید، برای شما شکل این دادگاه چطور بود؟ وکیل شما میتونستید داشته باشید؟ چه مدتی طول کشید؟ اون زمانی که حکم نهایی داده شد، خود شما بودید، نبودید؟ خدمت شما عرض کنم، وقتی ما در دادگاه آقای سید هادی منصوری حاضر شدیم، من خواهرم بودم. به همراه آقای آقاسی و آقای مکی، دو تا وکیلی که زحمت کشیدن در پرونده. اونجا نشستیم، غیر از خود قاضی، نماینده دادستان یک پزشک هم اونجا بود. و خیلی طولانی شروع کردن به خوندن دادخواست و کیفرخواستی که تنظیم شده. بعد از اینکه این تموم شد، آقای قاضی سید هادی منصوری برگه که بود رو برداشت شروع کرد به نوشتن دو خطی و بعد من صدا کرد که یا من آورد به حالت تحقیرآمیزی کنار میزش. بعد نوشت که شما آیا در مورد بیانیه 14 مشارکت داشتید؟ من زیرش نوشتم من با افتخار بیانیه 14 رو کسی در نوشتنش، در تنظیمش، در انجام کردنش، در انتشارش حضور داشتم، با افتخار بودم و این کار رو هم کاملا قانونی میدونم، هیچ مشکلی درش. و اینو که وقتی نوشتم خوندم که همه چیز که شنیده. وقتی رو خوندم، یک قاضی یک نگاه خاصی ما کرد که باشه، برات دارم. باشه. اونجا صحبتی که شد، من گفتم که آقا سال 97 مگر آقای خامنه‌ای نیامد تو حرم امام هشتم
خب آقا در مملکت آزادی بیان وجود داره، هر کسی که ادعا کنه به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار گرفته دروغ. مگر آیت الله خمینی سال 57 ازش نپرسیدن که این جمهوری اسلامی که شما میگید چیه؟ آقا در جمهوری اسلامی هر شهروند معمولی میتواند نفر اول مملکت رو به بیان اون شخص، به بیان خمینی، هر شهروند معمولی میتونه نفر اول مملکت رو مورد بازخواست قرار بده و نفر اول مملکت باید بیا جواب بده. آقا ما میگیم بعد از 40 سال، اون زمان 40 سال از جمهوری اسلامی گذشته بود، خب بعد 40 سال کشوری که 10 برابر متوسط دنیا امکانات خداداد داره باید تو این شرایط باشه؟ مسئول این بدبختی کیه؟ به نظر من مسئول شخص آقای خامنه‌ای و مقصر قانون اساسی که این شرایط رو وجود آورده. و بر اون اساس آمدیم درخواست کردیم که آقا جمهوری اسلامی منحل بشه. اونجا ما رو محکوم کردن و اشد محکومیت خدمت شما عرض کردن که 5 سال بود. ولی نکته ای که اینجا باید من متذکر بشم اینه که در 22 فروردین 1401 جلسه بود در سرپرستی بند 6-1، من اونجا بودم، آقای دکتر اسماعیل رحمانی رئیس دادگاه انقلاب و معاون دادستان بودن، میثم نامی که در حقیقت کارشناس پرونده ما از وزارت اطلاعات بود و چند تن از مسئولین زندان. اونجا صحبت که شد وسط صحبتاش آقا میثمی که کارشناس پرونده ما هست برگشت به صراحت گفت آقای سپهری بیانیه 14 جرم نیست. من همونجا برگشتم رو به آقای رحمانی که رئیس دادگاه انقلاب هست گفتم آقای رحمانی دیگه این آقا به صراحت داره اعلام میکنه که بیانیه 14 جرم نیست، پس من اینجا دارم چیکار میکنم؟ توی این مدت آقا ما شما رو به خاطر بیانیه محکوم نکرد، من پس برای چی؟ آقا شما گروه تشکیل گفتم آقا گروه یک رئیسی میخواد، یک سخنگوی میخواد، یک معاون نمیدونم مالی میخواد، اینا باید همه در یک مسیر به یک مقصد خاصی میخوان برسن. شما که دارید میگید آقا یک نفر مجاهده، یک نفر میگه سلطنت طلبه، این چه جور گروهیه؟ چرا داری آقا انگ میزنی؟ چرا داری حرف بی ربط میگی؟ منظور ارزم اینه که در خدمت شما هستم، در اون جلسه این آقا به صراحت اعتراف کرد که بیانیه 14 جرم نیست، ولی ما به خاطر کاری که جرم هم نبود 4 سال اینجا حبس میشیم. آقای چالنگی یک نکته رو من فراموش کردم، اجازه بدید من توضیح بدم. در مورد این شکنجه و این تنگناهای اقتصادی که برای ما اعمال میکردن اینو من بگم چون به صورت پراکنده گفته شده. من وقتی بازداشت شدم بعد 2 روز ما رو فرستادن به بازداشتگاه اطلاعات، در 1 روز اونجا بودیم، بعد که برگشتیم زندان یه مدتی گذشت، بعد آمدن به من یک رأی رو دادن، نگاه کردم دیدم به صورت غیابی زمینی رو که من داشتم، زمین بسیار مرغوبی بود، آمده بودن اونو رای به فروشش رو داده بودن به صورت غیابی. من از دوستانی که اونجا بود از رفقای وکیلم پرسیدم آقا چیکار بکنن؟ گفتن آقا در مورد یک متهم سیاسی ما دادگاه تجدید نظر نداریم، تایید نظر داریم. در مورد این رأی اینا به صراحت خلاف کردن، چون شما در زندان بودید باید شما رو در دادگاه می‌بردن حضور پیدا می‌کردن، چون خلاف کردن شما هیچ کار نکن تا این روال ادامه پیدا کنه و بفروشن، چون اگه کاری هم بکنی فقط هزینه کردی و اونا رأی خودشون رو میدن. و همون هم اتفاق افتاد، زمین رو فروختن. در همون جلسه 22 فروردین 1401 آقای رحمانی اومده بود اونجا، معاون دادستان و رئیس دادگاه انقلاب، بهشون گفتم آقا یک نفر که در زندان هست آیا دادگاهی براش تشکیل بشه در مورد چنین چیزی، برای فروش زمینی آیا نباید ببرن؟ گفت باید ببرن. گفتم آقا چنین موردی هست و این کارو انجام نشده؟ کمی اون نگاه که چرا نبردی فلان، آقا به صراحت گفت آقا در مورد ظلم شد، برو پیگیر. در مورد این هیئت بدوی که 6 ماه انفصال از خدمت به من زدن، من اونجا گفتم آقا قبل از اینکه من به زندان بیام هیئت بدوی چنین تنگنای اقتصادی برای من درست کرد. گفت آقا اونا اصلا صلاحیت این کارا نده، اونا یک معلم حالا دیر بره زود بیاد اونا رو باید رسیدگی کنن، اونا رو چی به توهین به رهبری، برو بیرون آقا اینو رسیدگی کن. گفتم آقای رحمانی
اینها قبل از بازداشت من یک چاوکش رو فرستادن در خونه من که فیلمش هم گرفتم، احتمالا شما چالنگر بسیار از مخاطبین اون دیدن. خدا بله این بله داستان در توضیحاتش پیش گفتم ها اتفاق افتاده و این شخص زندانی بوده، به کی به این مرخصی داده که بیاد این کار انجام بده؟ اون بند خدا گفت چی اتفاق بود؟ فیلمش هست. گفت فیلمش هم بیارم ما رسیدگی میکنیم. خانوادم خواهرم همه این فیلم ها رو آمده کردم بردمش دادم. آقا زمانش گذشته دیگه ما رسیدگی نمی کنیم. من در 8 خرداد که از زندان میخواستم آزاد بشم به این آقا میثم اطلاعاتی گفتم آقا تو رفتی ببین اون شخص کی بوده؟ آقا یک دیوونه بوده آمده در خونش، به ما ربطی نداره، اینقدر خوب آموزشش دادید یک زندانی رو. منظور حرفم که من در این قسمت ها یک واف کم و زیاد نکردم، دقیقا مطلب رو همونجوری گفتم و اینها جرم انجام دادن، اینها در حق من ظلم کردن و هنوز هم دارن ادامه میده در حق من، در حق خواهرم. من الان میگم در مورد این تنگنای اقتصادی با خودم میگم خدایا خواهر من شوهرش سال 60 شهید شد، 42 سال اینو به عنوان همسر شهید قبول کردی، بعد چرا همین که معترض شد این از همسر شهید بودن خارج شد، حقوقش رو قطع کردید؟ برای چی؟ چرا بیمش رو قطع کردید؟ مگر آقای قاضی زاده هاشمی نیومد گفت آقا ما برای خانواده های جانباخته های عراقی در جنگ میخواییم حقوق برایشون در نظر بگیریم، اونا رو تحت تکفل قرار بدید؟ شما اون پول خوب اونا میدید از کی نخواهید بگیرید؟ اونا رو شما باید تحت تکفل قرار بدید، ولی خواهر من باید حقوقش قطع بشه. آقای چالنگی واقعا به تمام معنا اینها اهرم اقتصادی رو به عنوان یک اهرمی که طرف رو وادار کنه به سکوت دارن کار میکنن، در نهایت بیقانون، در نهایت ظلم، در نهایت بی‌انصاف. حالا بعد از دادگاه خواهر من برگزار شده، روزی که رفته بوده آقای مکی که رأی رو تحویل بگیره برد، خب خانواده راه ندادن، خود آقای مکی رفته داخل، میگه ما رفتیم اونجا رئیس دفترش به رأی رو داد، من از رو کاغذ میخورم که چیزی کم و زیاد نشه. اونجا گفته بودن که مثلا مواردی که متهم شده و محکوم شده، الف همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی به مدت 10 سال حبس تعزیری با خواهر من تحمل، ب اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی کشور باید 5 سال حبس تعزیری تحمل کنه، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، اهانت به رهبری 1 سال، اهانت به بنیانگذار 1 سال. نکته ای که وجود داره آقای مکی در جلسه تک نظر شاهد بوده که ریاست جلسه رو آقای سید ضیاء احمدی بر عهده داشته و مستشار جلسه آقای غلامرضا صبوری بوده. این رأی رو وقتی به آقای مکی ابلاغ میکنند میاد بیرون، وقتی از اتاق میاد بیرون مستشار رو میبینه، میگه آقای صبوری مرد حسابی این چه رأیی که شما رفتی امضا کردی؟ میگه آقا من چیزی رو امضا نکردم، آقا من همین الان رأیی که من ابلاغ کردم امضا شما پایینش بوده، اسم شما نوشته. میان تو اتاق دفتر و اونجا نگاه میکنن، میگه آقا اینو کی اسم منو نوشته؟ من که این چیزی رو حاضر نشدم امضا کنم، من چیزی رو حاضر نشدم امضا کنم. مثلا آقا اشتباه شده، اشتباه شده، دوباره باز میگیرن دوباره تایپ میکنن. مستشاری که در جلسه بوده آقای غلامرضا صبوری که حاضر به امضای این رأی نبوده رو اسمشو برمیدارن، یه نفر دیگر رو به نام غلامرضا اکبر مقدم رو میزنن. خب این چه دادگاهی؟ از این دادگاه میخوان چی در بیاد؟ آقایون جالبه که مثلا وقتی در دادگاه منصوری، چون خواهر منم در دادگاه منصوری به این 18 سال محکوم شده بوده، وقتی بهش رأی و ابلاغ میکنن نه اعتراض میکنه، نه خواهر من، نه وکیلش، نه هیچ کس از اعضای خانواده، خود آقایون پرونده رو میفرستن به تجدید نظر. من فکر میکردم اول که آقایون فرستادن به تجدید نظر یک عقلانیتی شاید درشون ایجاد شده، میخوان آقایون رأیای باطلشون رو بگیرن کم کنن یا از بین ببرن. بعد حالا بیان نشستن که آقایون واقعا میخوان یک مسیر رو طی کنن که بگن آقا ما دادگاهمون رو روال قانونیش طی میشه، هم دادگاه داریم هم دادگاه تجدید نظر داریم، در حالی که همشون سیاه بازی و شعبده بازی و مسخره بازی. در خدمت شما. خدمت از ماست. من واقعا همینی که اشاره می‌فرمایید و
ارتباط با دول متخاصم، متهم کردن سرکار خانم فاطمی سپهری، ارتباط با دول متخاصم که عملا حالا دولت متخاصم هست یا نیست، دولت آمریکا و جاهای دیگه، اسرائیل و بقیه و بقیه، ولی خب با همین دول متخاصم خود اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم در جاهای مختلف از مسقط گرفته تا لندن گرفته تا کانادا تا پشت پرده در همین آمریکا در واشنگتن و نیویورک نشست و برخاست و بدبستون دارن. اگر دولت های متخاصم هم هستن، سرکار خانم فاطمه سپهری که به یک چهره ملی تبدیل شده، بانوی مسلمانی که با حجاب و مردم ایران مشکلی با داشتن حجاب نداشتن و ندارن، با حجاب تحمیلی است که مشکل دارن، متهم به ارتباط با دول متخاصم که چه بکنن چه نکنن. دول متخاصم در خود بیت رهبری، نمایندگانشون و جاهای دیگه. و این رعایا بر بفرمایید بفرمایید بعد من پرسش کنم. آقای چلنگی، خواهر من به صراحت کسی این آقایون به من گفتن خواهر شما به عنوان یک عضو خانواده ایثارگرا و یک خانم محجبه اثبات کرد که حجاب و ایثارگر بودن شاخص پیوستگی به جمهوری اسلامی نیست، چیزی که اینا به کرات تبلیغ میکردن. این اثبات کرد که نه، نیست. بسیار افراد داریم که ایثارگر بودن، شهید دادن، ولی از جمهوری اسلامی کاملا تبری جستن. آقایونی که من باشون صحبت میکردم در دادگاه و در بازجویی ها، در مورد ماها یک عبارتی رو گفتن که اینجا ضروری میدارم بگم. اونم این بود که من یادم در یکی از این بازجویی ها گفت آقا ما کار نکردیم، یه مطلب رو نوشتیم، حالا امضا کردیم، شما میگید آقا قبول ندارید، دیگه برای چی ما رو آوردید زندان؟ مطلبی که گفتن آقای سپهری خود تو بود در نظر، تا قبل از بیانیه 14 نهایت اعتراض در داخل از طرف سیاسی این بود که آقا این نظارت استثبابی رو یکم کمرنگ کنید یا برش دارید، ولی شما آمدید یک دری رو باز کردید که در فرای این در هزاران راه وجود داره که هیچ کدومش مطلوب جمهوری اسلامی نیست. شما آمدید گفتید آقا ظرفیت و استعداد جمهوری اسلامی توی این مدت مشخص شده، اصلا شما بخواید تعیین کنید که یک رژیمی موجب ارتقا شده یا موجب سقوط شده میشه بر اساس شرایط ما قبل و ما بعد سنجید و بر اساس اونها جمهوری اسلامی موجب اضمحلال ایران شده، در نتیجه خواستید کلا جمهوری اسلامی منحل بشه از بین بره، در نتیجه الان اگه کسی بیاد از اصلاح طلبا بگه آقا ما میخوایم در مورد نظارت استثبابی دیگه اقدام کنیم، فکر نمیکنم کسی خریداری حقا. آقایون به صراحت میگفتن که آره شما سیستم بازی که ما داشتیم که بین اصلاح طلب و اصولگرا رو کامل به هم زد و دیگه اینها هیچ جایی در سپهر سیاست ایران ندارد. خب جناب سپهری عزیز، الان بعد از این همه سختی ها، این همه شکنجه ها به شیوه های مختلف که شما به طور منصفانه گزارش کردید، بعد از همه اینها اومدید از زندان بیرون و تاکیدم کردید راه خودتون رو ادامه میدید، تحولات این 4 سال بیشتری که شما در زندان بودید هم قطعا در جریان هستید، الان تا چند اندازه بیشتر جامعه رو همراه با خواسته های خودتون میبینید، خواسته هایی که در بیانیه 14 نفره شما هم امضا کردید؟ جناب چلنگی نگاه کنید، من از زندان که اومدم بیرون به همون شب اول دیدم بسیار از خانم ها حجاب رو گذاشتن کنار آشکارا. من دید من نسبت به این مسئله اینه که ملت ایران به این نتیجه رسیده که اگر بخواد از جمهوری اسلامی عبور کنه، اول از همه باید نشون بده که از ارزش ها، اولویت ها و تمام اون چیزهایی که اینها تا به حال گفتند آمده عبور کرده، از اونها روی گردان شده. کاری که دارن انجام میدن بانوان این مملکت در خیابان به نظر من داره نشون میده که اعتراضات حتی یک لحظه هم در این مدت نخواهد و داره حرکت میکنه و الان حرکت به نحوی است که بی برو برگشت جمهوری اسلامی تکلیفش مشخص.
اینجا احتیاجی حتی به زحمت من یا یکی دیگه هم فکر میکنم نداره. دقیقا مثل این مونی که آقا ما میدونیم 10 ساعت دیگه در جایی که من هستم مثلا خورشید طلوع میکنه، قرار نیست که اگر دیگه بلند شیم بریم آقا این خورشید رو کمک کنیم، همت کنیم که طلوع کنه. خورشید جمهوری اسلامی هم داره افول میکنه و غروب میکنه و برای همیشه دیگه تکلیفش مشخص میشه. به نظر من جو همونطور که بیانیه 14 شرایطی رو فراهم کرد که جمهوری اسلامی دیگه نتونست برگرده به قبل از اون و بازی و اون سیاه بازی نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا رو دیگه ایجاد کنه، به ما قبل مهسا امینی هم جمهوری اسلامی بر نخواهد. و این بار که مردم به خیابون بیان صحنه ای رو خواهیم دید که اگر ما بخوایم مشابه سازی کنیم، حمله شیر رو در نظر بگیرید به یک گله گاو، چه پریشانی و آشفتگی ایجاد میشه که آقا دنبال هستن که خودشون نجات بدن. این سری فکر میکنم دقیقا همون صحنه رو انشالله به زودی خواهیم. و اون کسایی که اشاره کردید آدم فروشانی که در زندان هستن یا دستیاران این حکومت و کارگزارانشون رو در داخل در منظره ای که اشاره کردین چطور میبینید؟ من امیدوارم که در فردای جمهوری اسلامی حکومت قانون برقرار بشه، نه سیستم انتقام و خشونت. اگر به اون سمت بریم بدونید که همه اون ضرر میده. باید قانونمند باشه. ما به اندازه کافی صحنه ها رو سال 57 دیدیم و اون خودتباهی رو شاهد بودیم. ما قراره که بر اساس این دیدی که پیدا کردیم نسبت به وضعیت درست تصمیم بگیریم. به نظر من الان ملت ایران به یک خودآگاهی رسیده که در خاورمیانه مشابهش رو نداریم. یعنی الان نیاز به سکولاریسم، این احساس نیاز به سکولاریسم در ملت ایران به گونه ای هست، در حدی هست که در هیچ کشور خاورمیانه من فکر نمی کنم. به این نتیجه این 44 سال حکومت حضرات، من نسبت به آینده نگران نیستم. من امیدوارم که به زودی این مشکلات حل. یعنی شما میفرمایید که وقتی خواستای شما برآورده شد، عملی شد، خواستای شما به قدرت رسید در ایران، کسانی که متهم هستن، هم آقای رحمانی، بقیه کسانی که میفرمایید، چون گفتید که اشاره کردید که به فکر آیندهتون باشید، چگونه باشون رفتار خواهید کرد؟ فرض میکنیم معلم ارجمند ما جناب سپهری الان مسئولیتی هست که تعیین تکلیف کنه، چه خواهید گفت؟ من بهترین وکیل مدافع و بهترین قاضی رو براشون سراغ دارم، اونم خودشونه. بیان و همونطور که در آفریقای جنوبی کسایی که جنایت کرده بودن اومدن گفتن که چه کار کردن، بیان بگن و برن دیگه، بعدشون بس. کسانی که دستشون به خون آلوده است، کسانی که آدم کشتن، اونها باید بیان درست حسابی کردن. اونها چه امکانات رو چجور برخورد در ایدالش؟ اون کسی که اون جنایت کرده، آدم کشته، باید بیاد مجازات بشه. از این جهت میگم که اگر ما اونها رو مجازات نکنیم، در حقیقت اون نیروهایی که اینها رو پرورش دادند رو محکوم نکرد. باید اینها دقیق و منصفانه محاکمه بشن و مجازات بشن. بله، اون کسی که مثلا توی اداره نشسته یک گزارشی کرده، حالا درسته در تنگنای اقتصادی یک شخص رو قرار داده، ببین این افراد به نظر من همون شرمندگی که ایجاد بشه براشون کافیه. من عقیده دارم کسانی که دستشون به خون آلوده است باید مجازات بشه، ولی اونها که نه، کمتر از اون هست، بر اساس اون تجربه‌ای که وجود داره. الان شما در نظر بگیرید در آفریقای جنوبی بعد از اینکه آپارتاید حذف شد از سطح جامعه چی کار کردن؟ آیا آمدن انتقام گرفتن؟ نه، ما هم تو همون مسیر باید حرکت کنیم. به نظر من آقای چالنگی، کشور من از نظر من یک باغ بسیار بزرگیه که تعدادی علف هرز درش رشد کرد. برای ریشیکن کردن این علف هرز ها نباید کل باغ رو ما شفت. خب این علف های هرز علف های هرز که میفهمنی ریشه داره، ریشه اینا این علف های بی ریشه هم زیاد داریم، ولی اینها هر چند ریشه شون کم عمق و کم طول کجاست؟ تعلیمات غلط مذهبی است،
منافع مالی است، زمینهای دیگه ای داره، چه هست از نظر شما؟ من در مورد اون کسایی که به قول شما ریشه ندارن، من میگم در همه جای دنیا افراد درصدی از مردم علاقه دارن خودشون رو فدای قدرت. اونها کسایی هستن که پرونده سازی میکنن، گزارشاتی میدن و دردسر درست میکنن، عامل ظلم میشن. اونها رو ما باید آگاه کنیم که آقا چه اشتباهی دارید میکنید و نتیجه این که بدونن که اگر از این به بعد این کار رو ادامه بدن خودشون رو به یک چالش بسیار عظیمی خواهند انداخت. در مورد اونها مشخص این بنظرمن این گونه باید عمل کرد، ولی اون کسانی که دستشون به خون آمده اونها نه، اونها رو باید خیلی دقیق و منصفانه محاکمه کنند و مجازات. حرف من همینجاست جناب سپهری. بله کاملا درست میفرمایید، ولی در جامعه متاسفانه این هم هست یا نیست؟ شما به من خواهید گفت که دو برداشت مختلفه که عمل میکنه از دین. یکیش بانو سپهری گرامی است، محجبه، مسلمان، اعتقادات مذهبی خودشون دارن، محترم هست برای غیر مسلمانان، ایشون یک چهره ملی هستن. و یکی دیگه بسیجی هایی هستن، پاسدارانی هستن، ماموران اطلاعاتی حراست هستن که اونا بعضن اعتقاداتی دارن و بر اساس همون اعتقادات به طور اهانت‌آمیز با خانم سپهری رفتار میکنن. ویدئویی بود که کشان کشان در خیابون ایشونو داشتن میبردن به زندان یا باجی. حرف من این عده هست، این تعلیمات غلط مذهبی. جامعه عیسی به دینش، موسی به دینش بود، پس از این با این ریشه داران اینطور میشه زمینه های آموزشی آیا فراهم کرد؟ چه باید کرد؟ چرا باید چارنگی؟ من فکر میکنم در فردای پس از جمهوری اسلامی رسانه ها به نحوی کمک میکنند این مشکل برطرف بشه. رسانه های آگاه و آزاد و توانایی ما داریم که میان صحبت میکنند با اون افرادی که از سر کج‌فهمی این رفتارها رو از خودشون نشون دادن، اونها هم متوجه میشن که نه، به این روش خود اونها متضرر شد. اگه اجازه بدید من در آخر صحبت ها از همه کسانی که در این مدت 4 سال به روش های مختلف در رسانه های مختلف اسم منو می آوردن، منو به یاد مردم یادآوری می کردن، از اونها تشکر کنم، از رسانه های مختلف تشکر کنم و مخصوصا از آقای شاهزاده رضا پهلوی به خاطر حمایت هاشون ممنونم. سپاس بسیار از شما جناب سپهری عزیز و امیدوار هستیم زندانیان سیاسی، عزیزانی که همچنان در زندان هستند، به زودی آزاد بشن. سرکار خانم فاطمه سپهری، جناب لعل محمدی، آقای واحدیان شاهرودی، آقای نوریزاد، آقای خواستار، خانم زینب جلالیان و همه زندانیان سیاسی که اسامی اونها فراوون هست، علی خردگرای عزیز، یاشار تبریزی گرامی و همه عزیزانی که در زندان هستند. جناب سپهری سپاس از شما و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی ممنون از شما. بینندگان عزیز سپاس از همراهی شما. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن سپاسگزار همراهی شما عزیزان هستیم، به امید روزی که در ایران، نه تنها ایران، در هیچ کجای جهان، هیچ شخص به خاطر عقاید و افکار سیاسی خودش، به خاطر اندیشه ها و آرزوهایی که برای آینده کشورش داره، برای اکنون آینده کشورش داره، به زندان نره. با امید به چنین روزی، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.